برنااندیشان تقدیم میکند. سلام، امروز میخوام در مورد آموزش کامل فنون و روش تدریس برای مدرسین صحبت کنم. آموزش کامل فنون و روش تدریس برای مدرسین یکی از پرطرفدارترین و کاملترین پکیج ها و منبع برای یادگیری روش های تدریس برای مدرسین میباشد. به طور کلی در آموزش و پرورش به تبادل دانش و تجربه بین فرادهنده و فراگیر تدریس میگویند که خوشبختانه در سالهای اخیر همواره رو به رشد بوده و هست. فنون تدریس ابتدایی دارای تکنیکای خاص خود بوده و عمدتا مبتنی به معلم بوده، به این صورت که معلم موضوع خاصی را توضیح میداد و دانش آموزان موظف یادداشت برداری بودند که در موارد خاص بسیار مفید بود. اما امروز سعی در بیدار کردن کنجکاوی و تمایل به یادگیری بیشتر دانشجویان دارند. از این رو تکنیک های مدرن به روش تدریس اضافه شده است. یکی از آن استفاده از فناوری در کلاس درس است که به کمک آن با ایده های جدید می توانیم با ایده های قدیمی مقابله کنیم. فنون تدریس چیز روش و فنون تدریس بیشتر بر اساس خلاقیت فرادهنده شکل می گیرد که دانستن این فنون به آسانی و سهولت تدریس کمک میکند. در تدریس سه موضوع هم حائز اهمیت تعامل بین فرادهنده و فراگیر، هدفی از قبل تعیین شده توسط فرادهنده، ایجاد محیطی برای یادگیری آسان. روش های تدریس مختلفی وجود داره و هر مدرس روش تدریس مختص خودش رو داره. در واقع هیچ روش تدریسی ثابتی وجود نداره و بستگی به شرایط مثل موضوع درسی، هدف آموزش، سن و سطح مخاطبان خیلی شده داره. بنابراین مدرس با روش های تدریس الهام بگیره و خودش بهترین و مناسب روش رو به کار بگیره. همونطور که گفته شد روش و فنون مختلفی برای تدریس هم وجود داره که برخی از اون اشاره خواهیم کرد. کنفرانس امروز در مدارس روش کنفرانس به عنوان یکی از اولویت تدریس محسوب میشه. اگرچه این روش به مدرسین این شانس رو میده که از حجم کار خود بکنن، اما ممکنه مانع یادگیری دانش آموز بشه، چرا که نقش منفعل رو ایفا میکنه. نمایش دادن در این روش فرآیند تدریس از طریق نمونه آزمایشه. به طور مثال مدرس میتونه یک موضوع رو با انجام یک آزمایش به دانش آموزان آموزش بده. روش نمایش دادن شبیه به نوشتن یک داستانه و موجب میشه که دانش آموزان با موضوع مربوطه ارتباط برقرار کنن. در حقیقت حفظ مطالب برای دانش آموزان سخت و وقتگیره، در حالی که همون مطالب از طریق نمایش دادن راحت منتقل میشه و قابل فهمه. این روش علاقه دانش آموزان به یادگیری رو افزایش و حافظه رو تقویت میکنه. همکاری اجازه میده تا دانش آموزان به طور فعال در فرآیند یادگیری با صحبت کردن با یکدیگر و گوش دادن به نظرات دیگران بهتر بیاموزن. پروژه‌ها و بحث‌های گروهی نمونه‌ای از این روش تدریس هم هستند. معلم‌ها ممکن است از همکاری برای ارزیابی توانایی‌های دانش آموزان برای کار به عنوان یک تیم مهارت رهبری استفاده کنند. یکی از متداول‌ترین شیوه در شرکت در مباحث گروهیه، همون کلاس روم دیسکشن، که در این روش هر دانش آموز فرصت برابر رو برای تعامل و ارائه نظرات خودش داره. بس در کلاس درس مزیت‌های هم شامل میشه، شامل افزایش درک دانش آموزان، گسترش دیدگاه دانش آموزان، برجسته کردن دیدگاه‌های متضاد، افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، تقویت حس همکاری در دانش آموزان. که شما میتونید برای اطلاعات بیشتر به سراغ آموزش کامل فنون و روش‌های تدریس برای مدرسین در وبسایت برنامه‌نویسان نیز برید.